خب درود دوستان، شب شما بخیر، خسته نباشید، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و دلاتون شاد باشه. خیلی خوشحالم از اینکه امشب در خدمت شما هستم و در کنار شما و با شما. امیدواریم که امشب بنده و همکارانم این یک ساعت رو بتونیم خیلی پر انرژی در خدمت شما باشیم و مجموعه برنامه و اطلاعات و اخباری رو که امشب براتون آماده کردیم یک جورایی مورد نظر شما قرار بگیره. اجازه بدید من در این ابتدای برنامه دوستان و همکاران خوبم در کشور مالزی ازشون پوزش بخوام. ما امشب قرار بود یک ارتباط مستقیم داشته باشیم با کشور مالزی و برای اولین بار یک موضوعی رو طرح بکنیم که حالا من امشب نمیخوام در موردش صحبت بکنم. تمام برنامه ها رو آماده کرده بودیم، میهمان برنامه هم از کشور مالزی آماده شده بودن، الان هم بیننده برنامه ما هستن. من خیلی ازشون عذرخواهی میکنم. ما مطمئنن حالا ته شبهای آینده بچه ها دارن هماهنگ میکنن که یک کندکتور جدید آماده بکنن که ما بخوایم در خصوص ایرانیان عزیز و پر افتخار و با شرف در مالزی بخوایم صحبت بکنیم. و خب میدونید که دیگه امروز این اتفاق بسیار شوکه کننده پیش آمد و دیگه ما باید حتما امشب در خصوص این موضوعات صحبت میکردیم و باید از بعضی مسائل پشت پرده با بینندگان عزیز صحبت میکردیم، دیگه نشد امشب ما خدمت شما باشیم. البته بچه ها ساعتی قبل با شما ارتباط گرفتن، من هم گفتم بیام از همین به صورت زنده از همین رسانه از شما عذرخواهی بکنم. اما خیلی خوشحالم بینندگان عزیز، امروز خلاصه با یه حال خوب من دیدم هزاران پیام امروز در این اینستاگرام، در تلگرام، در واتساپ برای ما شما ارسال کردید و خوشحالی خودتون رو، خوشحالی وصف‌ناپذیری خودتون رو یک جورایی به ما تقدیم کردید. من از این بابت از همه شما ممنونم، واقعا منم خوشحالم از اینکه یک همچین اتفاقی افتاد. البته خب دیگه بعد این اتفاق می افتاد، حالا این اتفاق چیزی نبود، امشب میخوام در موردش صحبت بکنم. شما باید خودتون آماده بکنید برای چند وقت دیگه، باز قرار اتفاقات خیلی خوب بیفته که در نهایت به نفع شما مردم ایران خواهد شد. ولی خب همینجوریش هم خیلی ها گفتن آقا ما واقعا خیلی خوشحال شدیم از اینکه یک همچین اخبار پش ریزونی صبح امروز به سمون نظر ما رسید. اگر اجازه بدید من برم و صادق رو دعوت بکنم به برنامه، بخوایم امشب هرچه سریعتر چون در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. سلام، درود بر صادق عزیز، درود خدمت آقا پیمان عزیز و همه بینندگان و شنوندگانی که دارن ما رو میبینن و میشنون. با عرض تبریک به مناسبت کتلت شدن اسی که هممون خیلی خوشحالیم، امیدوارم که خبر بعدی کتلت شدن خامنه ای باشه، عرازل و عواشش باشه، کل نظام جمهوری اسلامی باشه، که آرزوی قلبی همه ما ایرانیان هستش که از صبح تا حالا، از صبح که این اتفاق افتاده خبر، این پیام هایی که میاد، این شادی مردم آدمو بیشتر خوشحال میکنه، شیرینی هایی که دارن پخش میکنن، مشروبایی که میخورن، عکساش و فیلماش واسه ما میفرستن، خیلی دلمون رو خوشحال میکنه، خیلی به ما حال داده. پیمان ببین که این رژیم جنایتکار آخوندی چه بلایی در این 45 سال بر سر این مردم آورده، که مردم، خب ما ایرانی ها آدم هایی هستیم که واقعا به مرگ کسی راضی نیستیم یا اصلا تمایلی به جنگ و خشونت و اینجور چیزها نداریم، ولی همین حرامزاده ها کاری با ما کردن که اگر یک همچین اتفاقی میفته ما بخوایم واقعا خوشحالی وصف‌ناپذیری خودمون رو اینجور به منصه ظهور بذاریم و اینجور خلاصه یه جوری علنیش بکنیم. دمشون هم گرم، دمت هم گرم پیمان. این چند مدت اینقدر به ما امیدواری دادی، همیشه هم حرفت این بود که آقا همش یه اتفاق خوب قرار رخ بده، همیشه یه امیدواری بین مردم ایجاد میکردی که همیشه هم به من میگفتم، میگفتم آقا دم پیمان گرم که همیشه یه امیدی توی صحبتاش هستش و این امید رو ما امروز دیدیم و با گوش و جان حس کردیم این صحبت هایی که تو قبلا میکردی. میخوام نمیدونم از کجا باید شروع کنم پیمان، من امروز
سوال زیاد داشتیم و اصلا خبرامون اصلا یه چیز دیگه بود. امروز هم گفتی که امروز اصلا مهمان برنامه یه نفر دیگه بود یا عزیز دیگه بود مالزی، ولی نمیدونم از مراسم تعلیم شروع کنم، از کتلت شدن هنیه صحبت کنیم یا از این کتلت شدن نفر دوم حزب الله، اصلا نمیدونم از کجا باید شروع کنم. اینکه قیمت دلار امروز یهو رفت به 62,000 تومان، بورس دوباره پریود شد، نمیدونم دیگه از کجا باید شروع کنم. ولی میخوام همین صحبتی که خودت کردی و موضوع بسیار مهمی که اسماعیل هنیه امروز کتلت شد، میخوام ببینم که تو چی بیشتر میدونی در خصوص این ترور، در خصوص این کشتن یکی از تروریستای حماس که واقعا دل ما رو شاد کرد. تو بیشتر به ما بگو که چه اتفاقی افتاده ما بیشتر این جیگرمون حال بیاد پیمان. خب نگاه صادق، اول یه چیزی رو من بگم، شما لطف دارید بینندگان عزیزم به ما لطف دارم، ولی من خب هیچ وقت امید واهی به مردم نمیدم، اصلا این کار رو نمی کنم. من اگر حرفی رو میزنم بسته به اطلاعاتی که به دست من میرسه، اطلاعات اخباریه که جمع بری میکنم. به هر حال این ور آب هستیم، دسترسی اطلاعات، گردش اطلاعات بسیار آزاده و تو خیلی راحت میتونی خیلی چیزها رو برداشت بکنی و تجزیه و تحلیل بکنی و این رو بخوای ارائه بدی. خب همه چیز مشخص بود که قرار اتفاقاتی بیفته. البته من هنوز اون اتفاقی که به شما گفتم به زودی میفتم. دیشبم به دوستان که آمد بودن، خانم جلالی و آقای میلاد آمده بودن و داشتیم با اینها صحبت میکردیم، به مردم گفتم که آماده باشید ته ساعت آینده یا ته روزهای آینده قرار اتفاقاتی بیفته. نگاه، این اتفاقی که افتاد، یعنی شخص اول تروریست های حماس رو زدن، این نوک اون قله یخیه، اون خود بدنه زیر آبه. خب طی یه چند وقت دیگه، من میترسم اونجوری تاریخ دقیق بدم، بر اگر نشد پشت سر آدم حرف و حدیث میشه، ولی اون به زودی میزنه بیرون، اون بدنه یخی میزنه بیرون. این سر قله بود که شما دیدید، اون بدنه یخی زد بیرون. بعد شما مردم عزیز، جدی دارم میگم، خودتون رو آماده بکنید برای گرفتن حقتون، یعنی کشور عزیزتون، از این تروریست های جمهوری اسلامی. امروز برای همه شما دیگه واضح و مبرهن شد، ما وقتی از بحث گندگویی اینها حرف می زدیم، امروز مستنداً دیگه به همه شما مشخص شد، برای همه شما مشخص شد که واقعا اینها تو خالی هستن. من بارها و بارها تو برنامه‌ای که با همین آقای صادق خان داشتیم، من می گفتم اینها همانند یک سیب سرخی می مانند که قشنگ بدنش رو واکس زدن، خیلی قرمز و خوشگله، ولی وقتی یه انگشت به اینها بخوره تازه اون گنداب و کرمی بودن داخلشون در میاد. شما می فهمید که اینها واقعا هیچ ریشه‌ای ندارند. به قول یکی می گفت ریشه در آب که هیچ وقت ریشه نمیشن، تو هیچ وقت مستحکم نیستی. رژیم جنایتکار آخوندی با اتفاقی که اسرائیل البته گردن نگرفته، هیچ وقت هم گردن نمیگیره، علی‌رغم جمهوری اسحالی کاری رو نمیکنه، حرفش رو میزنه. اونها بارها و بارها از اون دانشمند هست، پدر بمب هسته‌ایشون آقای فخری‌زاده، که میدونید واقعا یکی از عملیات‌های مثال زدنی و بی‌نظیر بود که همین الان تو دانشگاه‌های جاسوسی و عملیاتی و اطلاعاتی دنیا دارن اساتید این رو درس میدن به نیروهای عملیاتی و جاسوسی. یکی از همین کارها واقعا یه کار پیچیده و خیلی باحالی بود که با استفاده بردن از هوش مصنوعی تونستن اون کار بزرگ رو انجام بدن. کار دیشب هم کاری بوده که اینا حالا نمیفهمن چه اتفاقی افتاده. البته من امشب به شما میگم که حالا بعضیا میگن موشک زدن، بعضیا میگن از این ور وایسادن آرپیچی زدن، بعضیا میگن رفتن داخل ساختمون. من امشب به شما حقیقت رو خواهم گفت که اصلا واقعا چی بوده، داستان چجوری زده شده، ولی این رو به شما بگم که جمهوری اسلامی هنوز گیج نمیتونه از کجا خورده، چون یکی دو تا اتفاق دیگه هم افتاده، اونا رو هنوز نتونسته رصد بکنه. دیشب میدونی که این اتفاق ساعت 2:15، یعنی درست وقتی این اتفاق افتاد و اون آقا به فاتح عزمارا، حتی محافظش هم باش تو همون اتاق خوابیده بود و اونجا میدونی که مرکز مال شمال کشور بود، زیر مجموعه سپاه بود، مال تعاونش بود. اون ساختمان‌های خیلی اونجوری مهمان سراهایی بود که کارهای تروریستی و جلسات فاجعه بار و بر علیه مردم ایران اونجا برگزار میشد. خیلی خوشحالم از اینکه فرو ریخت
و خیلی چیز مجللی هم بود و اینها. ساعت 2:15 این اتفاق افتاد، هر دو نفر به فاک عظما رفتن، کشته شدن، علی‌رغم اینکه 3 لایه امنیتی داشتن. من دیدم بعضی ها میگفتن که آره اینا یه کار ترکیبی بوده، چند تا تیم آمدن، یه تیم آمدن از اینجا ورود کردن. دوستان الکی سینماییش نکنید. و بعد دیدم سپاه آمد، واقعا موندن چه سناریویی رو تحویل مردم بدن. من دیدم که آمدن گفتن که آره اینا با F-35 آمدن تو یه دونه از این کشورهای همسایه، مثلا داشتن یه جورایی گیر میدادن به آذربایجان، آمدن آره تو کشور آذربایجان 35 از اونجا موشک زدن. اینم اصلا درست نیست، چون اون منطقه ای رو که زدن و اون ساختمونی که زدن یک جورایی احاطه شده بود در کنار ساختمون های دیگه. هیچ وقت 35 از این مسافت چند ده کیلومتری، چند صد کیلومتری اینجور دقت نظر نداره که بتونه اینجوری لایه بکشه بره داخل و اینها. دوستان این اتفاقی بود که توسط یه تیم 2-3 نفره اتفاق افتاد تو شعاع همون چند کیلومتری دورور همون منطقه بود این اتفاق افتاد. توسط یک کوادکوپتر اتفاق افتاد که یه دونه از این موشک های خیلی کوچک رو، شیک و مجلسی رو با خودش حمل میکرد. ولی اینها رو شما اصلا بی خیال شید کی زده، چجوری زده. اینهایی که میگن از بیرون زدن، نه در داخل زدن. این چی رو نشون میده؟ اینو نشون میده که اشراف اطلاعاتی اسرائیل سده. امروز سپاه یه اشتباهی کرد، آمد برگشت گفت که از محل اسکان جناب آقای اسماعیل هنیه رئیس تروریستی حماس فقط سران کشور خبر داشتن. سران کشور کیا بودن؟ مثلا علی خامنه ای بود، رئیس قوه قضاییه بود، نمیدونم آقای ظریف جمهور بود با اون یکی آقای مجلس. میگفتن حتی مثلا اون نگهبانای دم و در و نمیدونم اون آبدارچی و فلان و اینها هم حتی در جریان نبودند و این اتفاق افتاد. خب خاک بر سر شما وقتی میایین اینجوری میگید. یعنی ببخشید عذر میخوام، باز امروز من خیلی سعی کردم با کلاس صحبت کنم، ولی وقتی اینجوری میگی ریده میشه به کاسه دستگاه امنیتی و اطلاعاتی شما. وقتی سران کشور فقط اطلاعات داشتن این آقا کجا بوده و وقتی این اتفاق افتاد، ای خاک بر سر شما که باید برید بگردید بین سران کشور خودتون ببینید کدوم یکی جاسوس اسرائیله که این اطلاعات دقیق مولای درسش نمیرفت رو دادند و آقایان آمدن با همون کوپترایی که تو اصفهان عملیات کردن، تو کرج عملیات کردن، تو ترقوز آباد برای شناسایی اسناد که چجوری باید ورود پر کنن چیکار بکنن، همه این اتفاقات رو اون کوپترایی که حالا من نمیدونم، ما یه فیلمی دادیم به رضا که پخش بکنه امروز که قشنگ اونجا اون کوپترایی که از هوش مصنوعی هم استفاده میکنن، از اونها اینها کمک جستن و تونستن یک کار همچین بزرگی رو انجام بدن. یک سیلی بسیار محکمی به گوش علی خامنه ای بود، خیلی قره شده بود، خیلی اینا گندگوزی میکردن. جالب اینجاست وقتی 2:15 این اتفاق افتاد، عرضم میکنم 3 لایه امنیتی داشتن. لایه امنیت اول مال سپاه انصارالمهدی بود، همشون هم بیدار بودن، داشتن بر خودشون از زندگیشون میگفتن، از فلان میگفتن. لایه دوم هم باز مال سپاه بودن، ولی سپاه محمد رسول الله بودن که منطقه رو کلا گرفته بودن. لایه سوم گشت‌های ویژه نیروی انتظامی بودن. اینا هیچ وقت فکرشو نمی‌کردن که از هوا بزنن، به خیال خام خودشون میگفتن ما S-300 از رد خارج روسیه رو خریدیم. آخه روسیه در این 45 سال چه کار درست حسابی کرده که این یه دونه کارش درست حسابی باشه؟ اینا به خیال این بودن که هوای کمر به پایین رو داشته باشن، از کمر به بالا نخورن. ولی تا آمدن سر جنبوندن دیدن که این آمد رفت، از پنجره هم وارد شد و زد و کارش رو کرد و رفت. و جالبم اینجاست، اونجا یک مجتمع است کلن، توی یه مجتمع بغلی هم این مدرک زیاد ناخاله کی اینم بود که از همون تروریستا بود و اینها. ولی خب برنامه این نبود که اونم کشته بشه، خب داستان اصلا این بود. ولی اینکه فکر بکنید دوستان یک اتفاقیه به همین سادگی آمدن زدن رفتن نیست عزیزان. ناگهان این جمهوری اسلامی کارهای عجولانه احمقانه انجام میده در تمام دنیا، همش هم نخنما میشه. اون اتفاقی که تو تایلند انجام دادن که خودشون آمدن مثلا برن برای به قول خودشون چند تا اسرائیلی رو بکشن که یه بمب افتاد خود کمر به پایین طرف رو زد بالا،
بدگندشون تو هندوستانی اتفاق افتاد، تو جاهای دیگه اتفاق افتاد. این ضعف اطلاعات عملیاتی وزارت، حالا واجا یا حالا اطلاعات، وزارت اطلاعات یا حالا سازمان سپاه رو نشون میده. اما نگاه بکنی که از میکنم خدمت شما، اسرائیل هنوز گردن نگرفته، ولی حالا شما فکر بکنید مثلا کار اسرائیل بوده، اینها برای یک همچین کاری اتاق فکر دارن، جلسه میذارن، بحث و بررسی میکنن، خب بحث و بررسی میکنن، بیس اجتماعیشو میبینن، بیس سیاسیشو میبینن، بیس دیپلماتیکیشو میبینن، در آخر ترور طرف رو بهش فکر میکنن که چه جوری انجام بشه. اما به یک موضوع ریز دیگه هم بچه‌ها توجه داشته باشید. الان خیلی هم میگن نه دیگه آمدن زدن مشکلی نیست، ما میتونیم کار. شما هیچ وقتی همچین غلطی نمیتونید بکنید. خب حتی تا روز قبلش، این اطلاعاتی هم که دارم خدمت شما عرض می‌کنم، تا روز قبلش قرار بود این آقا رو ببرن تو ستاد مشترک. ستاد مشترک یک مهمانسرای خیلی ویژه‌ای تو طبقه دوم زیر زمین دارن اینها، که حتی دیشب 2:15 این اتفاق افتاد، 2:30 خبر مخابره شد برای وزیر اطلاعات، برای سلشکر سلامی سربار سپاه، و بیت علی خامنه‌ای گلپایگانی آمد علی خامنه ای رو یواشکی صدا کرد و فلان و بسار. اینها وقتی بهش گفتن، ساعت 3:30 علی چلاغ رو ورداشتن اسکورت کردن بردن برای همین ستاد مشترک زیر اون زمین. اینا فکر میکنن مثلا کسی نمیدونه اونجا چه اتفاقاتی میفته. قرار بود این طرف رو بردارن ببرن اونجا، ولی بعد گفتن نه، خوشخوشانه دیگه، همه گفتن دیدی تو مجلس همه مرگ بر اسرائیل گفتن، مرگ بر ما، پیروزی، ما قهرمانی، ما فلانیم. گفتن آخرین لحظه بیایید ببرید تو اون مهمانسراهای ما، اونجا امنه، تیمای حفاظت هم میذاریم و فلان. این حالا چرا گفتم خدمت شما، در آخرین لحظه وقتی میان جا رو عوض میکنن، قبلا تو برنامه زیشون، تو پلنشون، تو کندکتورشون بودی یک جای دیگه، ولی یهو در آخرین لحظات میگن اونجا نه اینجا، یعنی نشون میده که تا آخرین لحظه هم اسرائیل نیرو تو خود شما داشته. یعنی خاک بر سر شما که اینقدر دیگه سوراخ نیست، اینو بهش میگن گاله، یعنی دیگه اینقدر این بحث نفوذ و رخنه اطلاعاتی تو شما زیاده که تا آخرین لحظه هم، یعنی طرف اگر یه اطلاعاتی رو مثلا میفروخت به دستگاه جاسوسی اسرائیل یا حالا آمریکا یا هر جای دیگه، لااقل بعد 24 ساعت قبل رو میفروخت که آقا اینو میخوام ببرنش اونجا، ولی وقتی شما یک روز، یعنی چند ساعت قبلش هم حتی این اطلاعات به دست دستگاه های جاسوسی اسرائیل میرسه، یعنی وا مصیبت ها، یعنی همین الان زیر کون علی خامنه ای تنتی خودش خبر نداره. خب فقط من میخواستم این رو بگم که گندگوزی هاتون رو بذارید کنار، شما رفتنی هستید. من همیشه آمدم تو این برنامه گفتم، بعضی ها میگن آه این چجوری میگه آخه پیمان، با استناد به چه مسائلی میده؟ به هر حال یک سری مسائل پشت پرده هست دوستان، یک هفته دیگه باز اتفاقات جالبی رو خواهد داد. بعد یه موضوع دیگر من به شما بگم، نگاه کن یه جلوی من پیمان بهبودی یه صفحه شطرنجه، خب و این صفحه شطرنج دو نفر دو طرفش نشستن این بازی رو انجام دادن، یک نفر خیلی زیبا بازی رو انجام داده، طرف مقابل خودش رو کیش و مات کرده. من اون بازی رو دیدم، اون بازی رو دیدم، میام به شما میگم که الان میدونم تو کدوم قسمت از بازی هستیم. احتمال داره تو این بازی یهو یه حرکت اشتباه بشه یا یه حرکت از طرف مقابل اون چیزی رو که آدم پیش بینیش رو کرده یا تو ذهنش هست که اگر این مهره الان حرکت بکنه من این رو میزنم دیگه به کیش و مات، تو چند تا حرکت دیگه نزدیک میشن، نیفته، یه ذره طولانی بشه. اما در آخر من این رو به شما بگم، این طرفی که این ور بازی هستش برنده بازی میشه، این طرفی که در مقابل هست خودش رو بکشه، حالا یک ساعت دیرتر، یک روز دیرتر، یک ماه دیرتر، ولی در نهایت بازنده خواهد شد. اینه که من میام برای شما میشینم میگم دوستان آماده بشید برای گرفتن کشورتون. حالا من امیدوارم طی این چیزی که الان من تو صفحه شطرنج دارم میبینم، قراره مثلا تا یک هفته دیگه، نهایت دو هفته دیگه، یه سری حرکت ها اینجا انجام بشه. اگر انجام شد، شما مردم ایران باید آماده باشید به کف خیابون بیان کشور خودتون رو از اینها پس بگیرید. نگاه، ماهیت اینها بر شما مشخص شد. خیلی حرفه
یک نفر از مثلا سیستان و بلوچستان بلند شه بیاد بره مثلا تو آذربایجان شرقی از این بره نقشه کشور، بره اون بره نقشه کشور، بره تو خونه یک نفر بزنه در گوشش که اونی که تو فضای مجازی میامد مثلا گندگویی میکرد، من میرم اونجا میزنم میکشم فلان میکنم، طرف آمد زد، طرف از این ضربه کشیده چنانی گیج شده هنوز نمیدونه از کجا خورده، او رفت خونه خودش، رفت سیستان و بلوچستان. خب پس این نشون میده که طرف دیگه، ماهایی که میشینیم بیرون گد نگاه میکنیم میبینیم که ای بابا این طرف که فقط گندگوزی میکرد که آمد طرف زدش گیجش کرد دهنش رو سرویس کرد رفته، او هنوز نمیدونه از کجا خورده. این اتفاق که همین الانش خبرش داره تو کل دنیا پخش میشه و جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای و مخصوصا صادق دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو به سخره دارن میگیرن، همه دارن در موردش طنز میگن. برو زیر صفحه خامنه‌ای رو نگاه بکن تو توییتر و فلان و اینها، تمام اعراب جمع شدن دارن بهش فوش خوار مادر میدن، قهوه ایش کردن، میگن مردی که گندگوز، مگه تو نمیگفتی که زبان خدا هستی؟ خدا چرا به تو نگفت قرار این اتفاق بیفته؟ خدای تو چه خدایی تو داری که از این آقای اسماعیل هنیه نتونست حفاظت بکنه؟ تو وقتی نمیتونی اختیار کون خودتو نداری، خودت رو نمیتونی نگه داری، تو چجوری مثلا میخوای از یک همچین شخصی نگه؟ ببین آش دیگه چقدر شور شده، امروز دیدم یکی از فرماندهان طالبان یک گروه رو دوروبر خودش کم کرده با نمیدونم جسته با کلاشینکوف و خمپاره انداز و فلان و اینها، آمد چی میدونم اراجیفی بلغور کرد، اول قرآنی پرآنی یه چیزایی خون ما که نفهمیدیم چی گفت، بعد آمد گفت که باعث مرگ اسماعیل هنیه اصلا خود علی خامنه ایه. واقعا شایدم اسرائیل حمله زمینی میکرد و جمهوری اسلامی رو ناک اوت میکرد، اینقدر برای جمهوری اسلامی گران تمام نمیشد که خیلی شیک و مجلسی دیشب آمدن زدن رفتن، اینا هنوز موندن ببینن که این آبروریزی رو چجوری باید جمعش بکنن. پیمان چرا تو ایران این اتفاق افتاده؟ یعنی میخوان خامنه ای خواب خفیفتر از این بکنن؟ یعنی خامنه ای گذاشتن فقط این که نماز میت بخونه سر این اراذل و اوباشی که دور برش هستش؟ حتی امروز هم یکی از سران کشور ترکیه هم اعتراض کرده بود، گفته بود که آقا ما این هنیه رو توی پنبه نگه میداشتیم میبردیم این ور اون ور، یه تار موش هم کم نمیشد. چطوری اومد توی ایران این اتفاق افتاد؟ میخوام در این باره هم صحبت کنی که چرا آخر این قطر رفته بود، ترکیه، سوریه، همه جا رفته بود، اینکه توی ایران توی شرایطی که خب دیروز خب مراسم تحلیف بود و امنیت کشور سطحش خیلی بالا بود، حتی به خاطر همین مسائل بیشتر اداریات خب تعطیل بود، اصلا کلا تعطیل رسمی شده بود که بتونن امنیت کشور رو حفظ بکنن، تو بالاترین سطح امنیت این اتفاق افتاد، اونم توی کشور ایران، کشوری که همه این اراذل و اوباش میام دور و بر خامنه ای، من فکر نمی‌کنم دیگه از این بعد دیگه کسی جرأت بکنه بیاد توی ایران، چون وقتی توی رخت خوابشون و اینا اطلاعاتشون رو میدونن دیگه فکر نکنم چنین اتفاقی بیفته. میخوام در مورد اینم صحبت کنیم که چرا بخوان خامنه ای دارن نگرش میدن، هی خواب خفیف بهش میکنن، آقا دیگه از این بدتر دیگه چی داریم آخه؟ نکنه البته این خدمت شما عرض بکنم، سران ترکیه بر خودشون یه ذره خورده فرمایش کردن، اگر اسرائیل نخواسته اسماعیل هنیه رو در ترکیه بزنه یا در قطر بزنه یا همین چند وقت پیش به مصر آمد در مصر بزنه یا حالا در لبنان بزنه، برای خودش میگم اینها صادق اینجوری نیست که یک نفر رو فقط بزنن چشم بسته تموم بشه بره پیکاش بینن، هدف ما فقط زدن اینه، نه اینا اتاق فکر دارن میشینن در موردش بحث میکنن موضوعات مختلف رو. نگاه همین الان ترکیه با اسرائیل روابط اقتصادی داره، علی رغم اینکه آقای اردوغان حتی تو این هفته های اخیر هم آمد تهدید کرد که ما نیرو می‌ریزیم فلان، ولی اینها بازی‌های زرگریه، بازی‌های سیاسی پشت دست، اینا مراودات چند میلیون دلاری دارن نمیتونن ازش چشم پوشی بکنن. خب و از یه طرف دیگه خب ترکیه عضو ناتوه و اسرائیل هیچ وقت نمیاد یک همچین کاری بکنه برای زدن اسماعیل هنیه که تو دستشه،
راحت میدونه کجا میره کجا میاد و اینها، بیاد این رو بزنه که فردا براش هزینه داشته باشه. یعنی واقعا دیگه اون موقع دیگه نمیشه مثلا جلوی قضیه رو نگه. چرا؟ چون از نظر دیپلماتیک بعد زیر سوال خواهد رفت و فلان و اینها. قطر هم که از قبل دیدید که از اسرائیل، سران اسرائیل تو چند جلسه ای که مشخصا رئیس موساد در قطر داشتن برای همین بحث تبادل گروگان ها و اینها، موساد قول داد به سران قطری، قول داد برگشت گفت که ما تحت هیچ شرایطی این اسماعیل هنیه ای که همینجا بیتوته کرده، اینجا داره زندگی میکنه با اون خانم جوانش و فلان، میدونی یه دختر خانم رو برده بود دیگه جدیدن، شکار زده بود در حد تیم ملی. بعد گفته بود که نه ما اینو کاری نداریم و اینها. برای چی؟ برای اینکه قطر یکی از اولین کشورهایی بود که چه میدونم چند دهه قبل با اسرائیل اصلا اجازه داد اسرائیل آمد چه میدونم دفتر اقتصادیشو اونجا باز کرد، یه سری روابط دوستانه که اصلا عربستان و جاهای عرب حاشیه خلیج فارس اصلا خیلی بهش انتقادم کردن، ولی اون کارو کرد. اسرائیل حواسش به اون قضیه بوده، به اون دوستی قدیمی بود، گفت من هیچ وقت اینا رو کار ندارم، بذار همونجا بمانند، بعد ولی پدر اینا رو در میارم جاهای دیگه. تو مصر هم که هیچ وقت این کارو نمیکنه. چرا؟ چون مصر اولین کشور عربیه که با اسرائیل آمد رابطه پیمان دوستی بست و امضا کردند و فلان و اینها. خب اما از یک نظر خیلی جالب بود که در تهران این اتفاق بیفته که اسرائیل بخواد مثلا با یک تیر به 10 تا نشان بزنه. خب اولا که جمهوری اسلامی همیشه میگفت مثلا گندگوزی های زیادی میکرد که نه ما مثلا اشراف اطلاعاتی داریم، ما فلان میکنیم، هیچ کسی هیچ کاری نمیتواند بکند. نمیدونم خود علی خامنه‌ای میگفت همه تروریست ها زیر پروبال ما هستند و فلان هستند. این یک قضیه. دومین قضیه، خب همین الان جمهوری اسلامی هر جا میشینه میگه چی؟ میگه ما میخوایم اسرائیل رو نابود بکنیم. خب مگه میشه تو از صبح بلند شی بگی من پیمان بهبودی رو میکشم، بعد من بیام هر جا بشینم بگم تو آدم خوبی هستی، دکن دکا چی میگن عوض، و هر چیزی که عوض، چیزی که عوض داره گله نداره، گله نداره. خب شما که هر وقت آمدید گفتید که ما اسرائیل رو نابود میکنیم، ما فلان میکنیم و بسار اینا، اسرائیل با این کار به 10 تا هدف خودش رسید. اولا که سر مار رو، یعنی سر تروریست های حماس رو زد که این فشار رو به اونها، الان دیگه دو تا دیگه موندن، یه دونه یحیی سنوار مونده، یه دونه دیگه اون معاونش مونده، اونا رو هم بزنه دیگه عملا کلن دیگه حماسی باقی نمیمونه. دیدید که زدنش، حتی امروز نتونستن حتی یه راکت پرتاب بکنن به سمت اسرائیل از طرف همین غزه و نمیدونم این خان یونس و فلان و اینها. خب پس این نشون میده که دیگه واقعا قدرت خودشون رو از دست دادن. فقط یک اسمی و یک شمایلی و یک شخصی براشون مونده بود که اونم زدن دهنش رو سرویس کردن، تمام شد. من شنیدم که مثلا خالد مشعلی که یه زمانی همین رئیس دفتر سیاسی بود که بعد اینو ترورش کرد اسرائیل، که بعد معامله کردن اون پادزهر رو دادن که از مرگ نجات پیدا کرد، بعد از اون دیگه سکوت کرد رفت یه گوشه نشست. اسماعیل هنیه آمد، الان اسماعیل هنیه داد دوباره خالد مشعل رو آوردن. خالد مشعل که دیگه الان یک آدم خونسایی شده، یک بار چشاش ترسیده، مطمئنا اون واز و ولنگی که اسماعیل هنیه میکرده اون نخواهد کرد. پس اینجا هم اسرائیل به هدف خودش رسید. بعدم آمد گفت که آقای جمهوری اسلامی تو قارقارک میفرستی، فلان میفرستی، موتور گازی آره موتور گازی میفرستی، اونو تحریک میکنی، اینو تحریک میکنی، 300 تا بفرست، 50 تا موشک بزن، 100 تا موشک بزن، حزب الله بزن، فلان بزن، ما با یه کواد کوپتر میایم دم گوش تو میزنیم، پدر حساب بچه رو در میاریم، ما اصلا نه خرج میلیونی سر دست مردم اسرائیل میذاریم، نه نیروهای خودمون رو فلان میکنیم، نه خاکمون رو به خطر میندازیم، نه خیلی شیک و مجلسی میایم میزنی تو دهنتو میریم و تو هم هیچ غلطی نمیتونی بکنی. جالبه. همین گندگوزی هایی که تو گفتی، خطی وزیر اطلاعات دولت رئیسی چند وقت پیش، فکر کنم 5 مرداد بود اگر اشتباه نکنم، توی همین کاخ ریاست جمهوری مصاحبه کرد و گفتش که یکی از کارهای بزرگی که این دولت کرده، دستاوردهای بزرگی که این دولت کرده، این که گروهک های صهیونیستی که داخل کشور بود و همه رو از بین برده. این یه دسته گوش کنیم، خیلی جالبه، یه دسته این گوش کنیم. که وزارت اطلاعات در دولت سوم انجام و نظر
شما اون نقطه عطف هستش در عملکرد وزارت اطلاعات کدوم عملیات از کردن از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت های علمی ما رو ترور میکردن یا بعضی از مراکز حیاتی ما رو خرابکاری میکردن و بلطف الهی تو این دوره این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت. خیلی جالبه پیمان این که چند تا نکته داشت، این که هر روز می اومدن خرابکاری انجام میدادن، واقعا این که میگه خیلی زایه است، توتی داده. حالا ما خبرش قبلا کار نکرده بودیم، اصلا واسه ما اهمیت نداشت، ولی الان واسه ما خیلی اهمیت داره. این که گفته آقا ما تمام این گروهک ها رو همه از بین بردیم، خب بس این چیه؟ شما الان فرمودید که آقا از تو همون داخل این اتفاق افتاده، داخل خود ایران این اتفاق افتاده، و بعد اینکه گفته هر روز این اتفاقات داره میافته، میان عملیات خرابکارانه انجام میدن. در مورد این حرفای این دلغک چی باید گفت ایمان؟ چه چیزی باید گفت؟ نگاه، یه بار ما تو یه جلسه ای تو یه دونه از این کشورها شرکت کردیم، بعد یه دونه از این مدیران ارشد دستگاه امنیتی خیلی رده بالا آمد برای ما سخنرانی کرد. خب گفت که ورود کردن به کشورهای مثلا مثل کره شمالی، مثل روسیه و مثل ایران جمهوری اسلامی مشکله. چرا؟ بعد آمد توضیح داد، گفت کره شمالی که اولا درهاشو به روی تمام گردشگرها بسته، هیچ خارجی حتی ورود به اون کشور رو نداره. جمهوری اسلامی هم همینطور، تحت هیچ شرایطی کسی نمیتونه، حالا در پوشش نمیدونم گردشگر، در پوشش حالا یه کار تجاری، چون ما نم روابطی داریم با دنیا رو بحث کارهای تجاری، نه گردشگری داریم، چهار تا گردشگرم میان همه چه میدونم از دار دسته خودشونن، میان گندش میکنن، عدد و ارقام سازی میکنن و فلان. به همین خاطر گفت مثلا دستگاه های امنیتیشون، دستگاه های اطلاعاتیشون، دستگاه های جاسوسیشون خیلی اشراف دارن، اگر اونجا کسی بتواند ورود بکند، کار بکند، برنامه ای رو اجرا عملیاتی بکند، جمع‌آوری خوبی بتواند داشته باشد، باید بگیم اون سیستم یک سیستم های کلاس و خیلی باحال و خیلی حرفه‌ای و دیگه آخرشه. خب الان با همین چیزهایی رو که الان شما دارید میبینید، یعنی با این صحبتهایی که همین مردکی اسکل که من بحث زمین خاریش رو تو منطقه آزاد انزلی گفتم که این زمان این قبل از که بشه وزیر اطلاعاتی مدیر کل اطلاعات قم بود، خب به قول یکی از وزرا، حالا ولش کن اسمش رو ولش، میگم من وقتی کنار این میشینم بوی سگ میده، هم دهنش هم زیر بغلش، انگار نه پشماش رو میزنه بیناموز. وزیر اطلاعاتی آخوندی مرجعی، آخه بیناموز، دو تا گلاب به خودت بزن. خب این احمق رو گذاشتن رئیس مثلا امنیت کشور، رئیس امنیت کشور، وقتی این چلخوز بشه رئیس امنیت کشور، واقعا بعد فاتحه اون امنیت کشور رو خون. اینها میان میگن امنیت ما سده، ما هیچ اتفاقی نمیشه، مگس رو در هوا نعل میکنیم، مورچه نمیتواند ورود بکنن. بعد شما میبینید که فوج افغانی ها دارن ورود میکنن، تو فکر میکنی کار داره مثلا تو بین این افغانی ها چهار تا نیروی عملیاتی جاسوسی یه سیستمی بخواد ورود بکنه؟ چهار تا بگو، 400 تا. خب اینها خریت اینها رو نشون میده. از یه طرف بیان میگن امنیت ما در صد خیلی بالاست، ما تمام چیزها رو رصد میکنیم، از یه طرف دیگه خود همین اسکل وقتی خبرنگار ازش میپرسه میاد میگه که مثلا تو این سه سال وزارت من بالاترین کاری که کردیم گروه های مثلا همین جاسوسی رو متلاشی کردیم. یعنی نشون میده که اینجا از آن حیات خلوته، یعنی یک جوری اینجوری بهت بگم، دستگاه های امنیتی دنیا به خاطر اینکه جاسوسان خودشون نیروهای خودشون رو زبده و آبدیده بکنن، میگن کلاس های تقویتی خودتون و دوره های آموزشیتون رو باید برید تو ایران انجام بدید. که این طرف اونجا حرفاش پارادوکسه، از یه طرف دیگه میاد میگه امنیت در کشور صده، بعد از اون هم میاد میگه من تو این سه سالی که وزیر شدم این همه گروه ها رو ما متلاشی کردیم فلان کردیم، علارغم این که خودش به قول خودش میگه ما این همه جاها رو متلاشی کردیم، گروه ها رو متلاشی، جاسوس ها رو گرفتیم متلاشی کردیم، فاجعه دیشب رخ میده که میگن دسترسی اطلاعات به این خبر، یعنی محل اسکان این طرف، دست فقط سران کشور بوده. دیگه شما خودتون تا آخرش رو بخونید دیگه. بله پیون، به نظرت
علی خامنه ای میتونه این حیثیت برباد رفتش رو دوباره به دست بیاره با حالا این عراجیفی که الان دارن میگن انتقام سخت میخوام بگیرن، هر کدوم از این مسئولین، از نماینده زپرتی نمیدونم کجا بود گفته که آقا ما انتقامونو در تلاویو و در لس آنجلس خواهیم گرفت، یا یکی دیگه هم اومده بود گفته بود که بله رژیم صهیونیستی فقط میتونه همین کارا رو بکنه. دیگه از این کار دیگه بالاتر فکر نکنم داشته باشیم، دیگه چی بیاد انجام بده که شما نمیدونم. بعد مثلا دادستان انتقام سختشون هم همینه دیگه، مثلا دادستان تهران تشکیل پرونده برای چند نفر واسه اظهار نظر در مورد هنیه مثلا گفته، یا مثلا میاد گیر میده مثلا به شروین مثلا حاجی پور، شروین حاجی پور میندازه تو زندان، یا زندانیان سیاسی رو میندازه توی زندان تحت فشار گذاشتن مردم این انتقام سخت بشه. به نظر چه کاری میتونه انجام بده که بخواد حیثیت برباد رفته ای که قبلا هم برباد رفته سر این موضوع هم که خیلی دیگه ضایع شده تو جامعه بین‌المللی هم جور دیگه هم دارن میبیننش، بخواد دوباره برگرده؟ نگاه صادق، در طی این چندین سال جمهوری اسلامی نشون داده هر باری که بهش ضربه ای زدن هیچ غلطی نتونست بکنه. نگاه اوج کارشون فرستادن همین چند تا موتور گازی و اون یکی دو تا موشک بود که اون اتفاقات افتاد، اوج کارشون. الان هم اگر میگه ما میخوایم کار سختی بکنیم، من اگر یادتون باشه هفته‌های قبل آمدم خدمت شما عرض کردم که جمهوری اسلامی بعد از تنفیذ این آقای ظریف جمهور در صدد این بود که یه جنگ فرسایشی رو شروع بکنه. چرا؟ چون میدونست دیگه مشروعیت داخلی نداره، مشروعیت خارجی نداره. میخندم به این خاطر که الان با زدن دیشب دیگه واقعا الان 100 مشروعیت داخلی نداره. چون امروز دیدم خود همین بسیجی ها و اراذل و باشی یکی دو میلیونی که دوروبر همین ها بودن من به شک افتادم، میگن آه اینا وقتی میان اینجوری میزنن ما چه اطمینانی داریم فردا ما رو لال شدن دیگه، همه دیگه لال شدن. واقعا نگاه نهایت الان اون جنگ فرسایشی که تو دستور کار علی خامنه ای و سپاه پاسداران بود اینه که الان برنامه ریزی بکنن و به آقای خرس‌الله بگن اینو مثلا بیارش برنامهشو بیار جلوتر و استارتش رو بزن. نهایت بخوان اینها دوباره یه چند تا موشک از سمت خودشون و یه چند تا موشک از سمت حزب الله پرتاب بکنن، این نهایت کارشونه. نگاه از نظر دیپلماتیک، از نظر سیاسی اگر بخواین، شما وقتی یک نفر از افراد ارشد شما رو میزنن تو خاک شما، شما باید برید یکی از همون در همون رده یکی از افراد رو بزنید. این آقایی که زدید در حد یک نخود، یه زمانی هم اسماعیل هنیه نخود وزیر اون منطقه بوده دیگه، غزه بوده، خب الان هم رئیس سیستم تشکیلات دفتر تشکیلات سیاسی حماس بوده که یه همه کاره اونجا بوده. خب الان اگر بخوان مثلا همردیف این یکی رو بزنن، اینا باید نتانیاهو رو بزنن، اینا باید مثلا چه میدونم آقای گالانت رو بزنن، وزیر دفاع رو. خب اینا که عمرن دستشون به راننده های اونا هم نمیرسه تا حالا برسه اینها، چون اونجا وقتی اسرائیل دیدید که هیچ ادعا نمیکنه، ولی وقتی میری تو ساختارش، خب یک ساختار عجیب غریبی داره که تو فکرت یک چیزی هست که میخوای این کار رو مثلا انجام بدی. من سیستم امنیت خارجی شو دارم میگم، ما تو فکرت هست میخوای سریع میخونند و پیشگیری میکنن، حالا دیگه اجرا جای خود داره. اینا گندگوزی های علی خامنه ایه، بارها و بارها آمده گفته مثلا از اون زمانی که اون مرد رو کتلت کردن، کیو قاسم رو کتلت کردن، گفت میزنیم. چه کار کردن؟ 4 تا موشک فرستادن عین الاسد، قبلش هم خودشون الان اعتراف کردن که به آمریکایی‌ها، خود ترامپ گفت به ما اعلام کرده بودن، ما نیروهامون اونجا خارج کردیم، یه 4 تا برای خودشون اونجا موشک زدن. تازه کی بود؟ اون قاسم سلیمانیشون بود. بعد از اون زدن اون مرده رو، آقای کی بود تو سوریه، اونم همردیف قاسم سلیمانی بود. چه کار کردن؟ 4 تا قارقارک فرستادید، فلان شدید، به کجا رسید؟ اینها رو بهش نمیگن سخت ساده دیگه، دنیا زیاد جدی نمیگیره. قبلا مثلا اینها تا میگفتن انتقام خب، تمام دنیا جلسه شورای امنیتشون رو تشکیل میدادن، جلسات نمیدونم به تامینشون رو تشکیل میدادن که وای جمهوری اسلامی میخواد چیکار بکنه. الان چند وقته دیگه فهمیدن اینا فقط حرف من لبن و چی میگن دهان دیگه، برای اینها اصلا هیچ وقعی قائل نیستند و اصلا هم هیچ توجهی به حرفای اینها
نمیکنن. نهایت یکی بزنن دوتا میخورن، اصلا شک نداشته باش. نهایت هم این که بگم، عرض کردم خدمت شما، اینا بخوان جنگ زمینی خودشون یا از سمت حزب الله شروع بکنن، اونم که همین الان اسرائیل صد آمادگیش رو داره. حدود 2300-400 نفر آنلاین هستن، ازشون درخواست میکنم اگر صدا و تصویر بنده رو دارن به اسرائیل بفرمایید که آقا یه مقدار کمتر ترور کنیم، ما خبرامون جا نمونه. ما یکی از خبرهایی که جامون ترور فواد شکر اگر اشتباه نکنم، یا شکر 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 و شکر و شکر و هرچی گفتی گفتی قبوله. آره این ترورش هی پشت هم دیگه داره میاد. نفر دوم حزب الله اگر اشتباه نکرده باشم دیروز بر اثر حالا اینکه پاش طور خورده حالا هرچی بود افتاد مرد و این خبرش بین این خبر هنیه گم شد. میخوام ببینم که تو چی بیشتر میدید در باره این خبر خیلی مهمی هم هست. یکی از ارازل اوباش حزب الله تو اون موقعیت زدن کشتنش، دمشون هم گرم که اینجوری حال میده اینجور خبرهایی که آدم میشه. میخوام ببینم تو چی بیشتر میدید در خصوص این ترور. نگاه فاد شکر یا حالا شکر یا حالا هر چیزی که شما بگید قبوله، من دیشب میگفتم شکر. ایشون اگر بخوایم حساب بگیریم حتی جایگاش در بین بچه های حزب الله، تروریست های حزب الله لبنان از حسن خرس الله بالاتره. خب این آقا یه قاتل بین المللیه که آمریکا چند میلیون دلار برای سر این جایزه گذاشته بود. خب و جالب اینجاست که این کسی بود که همین چند سال پیش چند میلیون دلار گذاشته، به خاطر اینکه یه 241 سرباز تفنگدار دریایی آمریکا رو تو اون ماجرای البته مال چند دهه قبل زده بود، کشته بود. قبل از اینکه اصلا حزب الله تشکیل بشه این تو کار همین مسائل بوده، تو کار آدمکشی و فلان و اینها، که بعد حزب الله تشکیل شد، بعد خرس الله اومد شد دبیر کلش. این همیشه به عنوان رهبر در سایه بود. واقعا کشتن این یک شوک بزرگی به حزب الله بود، یعنی تا این اندازه مغز متفکر حزب الله بود. خرس الله کاره ای نیست، خرس الله فقط بیاد مثلا مثل خامنه ای 4 تا 7 بزنه و سیاست ها رو مشخص بکنه. اون کسی که مرد میدان بود، مرد جنگی میدان بود، حتی دستور اخیر رو داد که این 12 تا بچه رو تو زمین فوتبال کشتن، همین شخص بود. با اینکه چند میلیون دلار به سرش آمریکا گذاشته بود که بدن و فلان، و اسرائیل میدونست کجاست، کاریش نداشت. خب گذاشته بود به موقعش، ولی وقتی اسرائیل دید که آره این دیگه از خط قرمز گذشت و عدول کرد و یک جورایی بچه های اینها رو به قتل رسون، تصمیم گرفت دیروز این رو در یکی، اتفاقا سه تا زن هم داره این حرامزاده. الان من نمیدونم اون سه تا زن ها رو کی باید خلاصه خرجشون رو بکشه، شبای جمعه کلن باید خرجشون رو بکشه. دیشب در جنوب بیروت تو یکی از این لانه های خودش خزیده بود و داشت برای خودش عشق و حالش رو میکرد و فلان میکرد که خلاصه زدن. البته دوتا بادیگارد هم داشته، اونها هم تو همون منطقه کشته شدن. جالب بعد از این همه وقت دیروز زد جنازه‌ش همین یک ساعت پیش پیدا کردن. و اسرائیل چون زده بود اطلاعاتش هم اینقدر دقیق بود، وقتی اینجا تو جمهوری اسلامی اینقدر دسترسی داره دیگه، تو حزب الله دم گوش خرس الله جاسوس داره، بهش همون لحظه گفتن آقا زدی کشتی تموم شد، اومد اعلام کرد آقا ما زدیم طرفم مرده. ولی حزب الله گفت نه نمرده فلان. چرا؟ چون این رفت تو زیر آوار، بمبی که زده بود بمب سنگر شکن بود، کل اونجا رو منهدم کرد و رفت تو زیر آوار. اینا مثلا حالا خرس الله چون واقعا باورش نمیشد که یه همچین ابرقدرتی که کنارش بود این بخواد بمیره، این بمیره من چه بکنم؟ خب یعنی تا اونجاش هم فکر نمیکرد، هی میگفت آقا دست نگه دارید، اعلام رسمی نکن. شام زیر آوار زنده آمد بیرون که دیگه امروز جنازه متلاشی شده این حرامزاده رو آوردن بیرون. و اینم یک اتفاق بسیار خوب، یک خبر خیلی جالبی بود که خلاصه اسرائیل کلاس این یکی هم تعطیل کرد. الان فقط یه دو نفر موندن این بر از آخونداشون، یکی علی خامنه ایه، یکی حزب الله است که به زودی اینها کلاسشون تعطیل خواهد شد. البته اگر خامنه ای یه ذره اضافه تر از علوفه‌ای که بهش میدن بخواد حرف بزنه، به زودی این اتفاق براش خواهد افتاد. ما امروز گرام دادیم دیگه، این تاپ تقی به توپ میخوره میری ستاد مشترک دو طبقه زیر زمین، اینقدر خرن اینها
که فکر میکنن اونجا مثلا نمیشه کاری کرد، که خیلی راحت تر اونجا بزنی دیگه نمیتونی اینا رو همونجا قطع بند بکنی، یعنی روشون رو دیگه جدی دارم میگم، یعنی اگر اینها خیلی چیزها رو خب نمیدونن دیگه. حالا بعد اینم عرض میکنم خدمت، یه دو نفر از این آخوندا خرس‌الله مونده و علی خامنه ای، اون برم یحیی سنوار مونده، یه دونه از اون معاونش اسمش نمیدونم چی بود، اونا موندن، اونا هم تا چند وقتی دیگه خلاصه کلاسشون تعطیل. حالا هم جزء آمار هستش دیگه نه؟ نه. اینها اینا چه خوبیه. آره اینا ساکتن. نگاه تا کسی گندوگوزی نکنه، تا کسی نیاد فلانی نکنه، تا کسی پا رو دم اینها نذاره که از این کارش ندارن. این هنیه نماز خوندنش خیلی بود دلم مونده بود، بعد از اینکه اون حملات اکتبر داشت تصاویرش نگاه میکرد، اومد نماز شکر به جا آورد، قشنگ گفت آقا نماز شکر به جا بیاری، خیلی بود دلم مونده بود واقعا، دمشون گرم که قشنگ زد سر ماره. نگاه حالا جالب اینجاست که من این اطلاعات اخبار از داخل کانال های تلگرامی خودشون برمیدارن دیگه، دوستان الان فکر نکنم ما اینجوری داریم میگیم خدای دسترسی هستیم، نه برید تو کانال های تلگرامی خود اعراب و اینها راحت خیلی چیزا به دستور میاد. حتی دیشب تو کانال تلگرامی همین اعراب تو خان یونس میگفتن دو تا از پسراش سر ثروت باباش دعوا کردن، روز باباش تچی جنازه میخوام ببرم اینو تو قطر گور به گورش کنن، چون جای اینا رو گردن نمیگیرن دیگه. میگفت دو تا پسراش سر مثلا دیشب سری بعد از مرگش اینا داشتن سر ارث و میراث با هم. چون میدونید که اینا نصف اون غزه مال اینها بود، از پمپ بنزین، از مراکز خریدشون، از این البته همه که زدن، همه دیگه همه چیزی در اندمان باغ فقط مونده، ولی با این حال بازم خیلی ثروت پروت تو قطر دارن، تو ترکیه سرمایه گذاری کردن، تو آلمان سرمایه گذاری کردن، اینا داشتن سر همون بحث و بررسی میکنن که دیگه حالا پدرم مرد ما دیگه چه باید بکنیم، مگه بازم یعنی... اولاد داره، مگه این همه از دادن کشتنگه؟ نه دو تا از پسراش و چند تا از نوهاش رو کشتن، الان فکر کنم دوباره 4 تا 5 تا دیگه پسر داره. بعد میدونی که این اصلا اسماعیل هنیه همه فکر میکنن این مثلا اون خدایی که پشت ابرها هست یه جاش باز شدی از کون خدا افتاد پایین و فلانه اینها، نه این اسماعیل هنیه تو همین چند دهه قبل تو خود اسرائیل بنایی میکرد، یعنی کارگری میکرد و چه میدونم حالا ارتزاق میکرد. دو تا خواهر همین اسماعیل هنیه الان چیه شهروندی اسرائیل رو دارن، تو کرم باختری دارن زندگی میکنن. خب یعنی اگر واقعا اسرائیل الان هر کی بود اینجا جمهوری اسلامی، یک نفر که آمده تو خیابون گفته مرگ بر خامنه بیناموز، خامنه بیناموز به دستگاه قضایی کثیف جمهوری اسلامی دستور میده که هفت پشت اینا دیگه نه استخدام بشن نه فلان بشن، برای همشون پرونده سازی بکنید، همشون رو زندانی بکنید، همشون رو اذیت و آزار بکنید. اسرائیل اصلا اینجوری نیست، دو تا خواهرش دارن اونجا زندگی میکنن، هر کی بود گاه تو شما خواهرای مثلا رئیس تروریستی هستید که هر روز دارن موشک میزنن ما رو میکشن، نه بس این نشون میده که اون برای قضیه هم نگاه بکنید، حقوق بشر تو اسرائیل وضعیتش به مراتب صدها برابر بهتر از جمهوری اسحالیه. پیما یکی دیگه از خبرهایی که باز هم گم شد، خیزش و مقاومت مردم ونزوئلا در مقابل رئیس جمهور دیکتاتورشون مادارو هست، و این اتفاقی که توی ونزوئلا افتاده برای ما ایرانی ها شاید یک درس عبرتی باشه، ببینیم اینا رو ببینیم، نه نیست، نه نشد نداره، هیچ کاری نشد نداره و میشه به اون خواسته ای که میخوایم برسیم با یک کم همت و غیرت که مردم ونزوئلا تو این چند شب از خودشون نشون دادن و مجسمه هایی که آوردن پایین، مراکزی رو که گرفتن و خیلی شباهت داره یه مقدار به خیزش مردم ایران، میخوام در مورد اینم صحبت بکنیم و ببینیم که اون بر چه خبر هست و چه اتفاق جدید افتاده. نگاه صادق، بعد دیشب بود اومدم گفتم نمیدونم حالا اعتماد. این جناب آره جناب آقای مادورو الان 12 سال رئیس جمهوره، قبلش که اون مرده هوگو چاوز بود نه. که بعد سرطان که نه، بعد دیگه مشخص شد که اینو ترور بیولوژیکش کردن، اون که رفت
این آقا هم راننده مینیبوس بود قبلا، بعد که اون آمد نمیدونم جدی دارم میگم، اینا رو من جهت مزاح خدمت شما الان، یکی هم میگن اینجا واقعا اسماعیل هنیه بنا بود، خب برید رصد برید سرچ بکنید لطفا تو گوگل، اینایی که داریم خدمت شما عرض میکنم هم مستنده. این آقا راننده مینیبوس بود آقای مادورو، و اون تو محل هم محلی هوگو چاوز بود که چاوز از میان مردم بلند میشه انقلاب و فلان و گول میماله مثل فتنه 57، بلند میشه میاد رهبری رو میگیره، این تو اون محل بوده، اینم برمیداره میاره کنار خودت چون انور خوبی بوده فلان بوده، این درست میگه معاون خودش. بعدم که تو این سالها دیگه رفتن از اون امتحانات دیگه مثل جمهوری اسلامی بی سوادا یه شبه شدن دکترا مسئولین کشوری ما، الان داستانش هم همینه که بعد دیگه 12 سال بعد از مرگ اون خلاصه با هر دوز و کلکی بود هر سال آمدن، دوره قبلم دیدید که ریختن مردم تو خیابون که اینا آدم کشتن و فلان، حالا با زور موندن. بعدش هم این که آره الان بعد از 12 سال آمدن انتخابات برگزار کردن، اپوزیسیون واقعا قویه تو ونزوئلا، آمدن به مردم گفتن آ یک بار برای همیشه بیایم رأی بدیم که اینا رو برداریم، علارغم اینکه 13 نفر از اپوزیسیون اون خانومشون تو یه خانومه‌ای بود اسمش یادم نیست تو رأس بود، اینها آمدن ثبت نام کردن و فلان، اینها یه چیز در حدود حتی اون خانم رو رد صلاحیت کردن، عین جمهوری اسلامی یکی دو نفر رو گذاشتن، یکی آقای گونزالس بود که گونزالس هم آمد تنه به تنه آمد که حتی 73% رأی رو گرفت تو این اواخر که دیگه داشتن رأی‌ها رو از این بر اون بر هی تلفنی می‌گرفتن، آمدن حتی تبریک هم اعلام کردن آقا ما با 73% پیروز شدیم و مادورو باید بره کنار ما بشین، که در آخرین لحظات مادورو میاد دستور میده به پلیس برید صندوق‌ها رو جمع کنید بیارید، بدونه که صندوق‌ها شمارش بشن یهو اعلام شد آقای مادورو با 51% رأی شد رئیس جمهور، دوباره 6 سال دیگه بمونه. اینجوریه که مردم همه ریختن تو خیابون جلوی دوروبر ریاست جمهوری گرفتن، فرودگاه رو گرفتن، همین الانش هم که من خدمت شما هستم تو خیابون هستن، اما هنوز تمومش نکردن به این خاطری که بعضی کشورها پادرمیانی کردن، کشورهایی که دوروبر اینها هستن پادرمیانی کردن، گفتن اجازه بدید صندوق‌ها شمرده بشه، اگر واقعا شما برنده شدی، اگر مادورو دیگه قبول نکرد ما ورود می‌کنیم، یعنی کشورهای دیگه نظامی ورود میکنن. به همین خاطر الان اپوزیسیون برگشته گفته آقا مثل موسوی نگو برید خونه من میرم صحبت میکنم، به همشون گفته تو تمام مراکز انتخاباتی بمانید و بالای سر صندوق ها شمارش ها رو داشته باشید. مردم الان تو خیابون هستن، من دیدم نونبایی هایی که یه جورایی سمت اپوزیسیون هستن نون مجانی بین مردم، یه اتحادیه، یک اصلا یه حال خیلی خوبیه که به زودی این حال بین مردم ما هم یه جورایی هویدا میشه، مردم ما دوباره شک نکن صادق به زودی این اتفاق میفته، مردم به کف خیابون ها میان و ما هم مملکت خودمون رو از این آخوندهای حرامی دروغگو تروریست پرور میگیریم. شک نداشته باش کشور ما به زودی گلستان خواهد شد با رفتن این شیاطین، چون علی خامنه‌ای فرزند ناخلف شیطانه بر روی زمین. این رو خدمت شما عرض بکنم، الان منتظرم که تمام شمارش آرا تمام بشه. از یه طرف دیگه خیلی جالبه، یکی از مشاورین مادورو که دیگه از دستش خسته شده در دست کارهای دیکتاتوری و تروریستیش و فلان و بسار اینها، آمده سمت اپوزیسیون، تا به حال داشت با یکی از این تلویزیون‌های آمریکایی صحبت می‌کرد، میگه مادورو یکی از دلایلی که نمیره چون آمریکا این رو به عنوان یکی از کارترهای بزرگ مواد مخدر تحت تعقیب داره، رئیس جمهوری یک کشوره ولی قاچاقچی مواد مخدره. یک این یه مسئله دیگه هم یه کار دیگه ای کرده بود اونجا هم تحت تعقیبش دارن، که به محض اینکه این مسئولیت سیاسی، چون دیگه رئیس جمهور نباشه دیگه مسئولیت سیاسی نداره، خیلی راحت حالا اف بی آی یا حالا هر جایی که هستن پلیس میتونه راحت بیاد اینو بگیره، این نمیخواد اونجا زندان بره. این مشاورش داشت میگفت، میگم این ترس این رو داره که اگر رئیس جمهور نشه اینو بگیرن دیگه بقیه عمرش رو باید تا آخر عمر بره زندانی بشه، به همین خاطر هر طوری که شده میخواد با زور تفنگ و سرنیزه و چه میدونم فلان و بسار و اینها این ریاست جمهوری خودش رو حفظ بکنه، حالا 6 سال دیگه از این ستون به اون ستون فرج براش که بخواد مثلا حالا بماند. اما من بعید میدانم چون این الان شمارش ها انجام بشه صادق، یا اتفاق اصلا خیلی غیر منتظری بود، من هیچ وقت اینجوری نیده بودم. من یادم میاد مثلا اپل هی سال به سال هی گروه جدیدش میخواد از شب قبل مردم میرن صف پای میسن که اولین نفر باشن ورژن جدید گوشی اپل رو بگیرن، من همون قرار بود مثلا فردا انتخابات بشه تو ونزوئلا، من دیدم از شب قبلش
با دستور اپوزیسیون مردم صفای کیلومتری با خب اونا که وای نستیده بودن به دیکتاتور رای بدن، این که دیگه واضح بود و هم مشخصه. بله. اونها رفته بودن که رای بدن به اپوزیسیون که از دست دیکتاتوری راحت بشن و مطمئن باشید طی ساعات آینده حق به حقدار خواهد رسید. من امیدوارم اولیش ونزوئلا بشه و دومیش مردم عزیز کشور ما ایران. پیمان، جمهوری اسلامی تضعیف شده، دلار سقوط، دلار رفته بالا، بورس سقوط کرده، تحرکاتی که توی منطقه داره انجام میشه، مرگ هنیه، جنگ اسرائیل با حزب الله و غزه، اتفاقات ونزوئلا، همه اینا ما داریم میبینیم. مردم ایران چی کار باید بکنن پیمان؟ مردم ایران باید کتل رو برداشن کنن تحصیل. میخوام یه خود رو راست صحبت کنیم بدون پرده. آقا الان مردم ایران چی کار باید بکنن؟ این منتظر چی باید بشنن؟ بازم باید منتظر بشینن که اسرائیل نفر بعدیشو بکشه و مردم باز هم بشینن و هشتگ بزنن و اینکه توی نیستا باشن، یا نه کار دیگه باید؟ نه، نگاه صادقی، یه چیزی رو بذار من رو کراس به مردم بگم. اون صفحه شطرنجی که دارم میگم، امیدوارم تا هفته دیگه، حالا یا نهایت دو هفته دیگه، اون حرکتی که باید بشه، امیدوارم اون حرکت بشه، اون حرکت اتفاق بیفته بعد از اون مردم، یعنی مردم الان باید آمادگیشو داشته باشن. من فقط خوشحالم اگر اون اتفاق بیفته مصادف میشه با سالگرد مهسا امینی و انقلاب زن زندگی آزادیه، دوباره مردم به صورت میلیونی. اتفاقی که روز گذشته افتاد و شب گذشته افتاد و این طرف رو تو قلب تهران ترور کردن، یعنی واقعا در اصل شخصیت علی خامنه ای رو ترور کردن و اون هیمنه و اون گنبد بارگاه دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی و فلان اینها رو ترور کردن. یعنی یک راهی رو اسرائیل برای مردم ایران باز کرد. آقا نگاه بکنید، شمایی که از اینا میترسی، اینا کلشون هینن، به گوزی بندن، زدیم کشتیم، اینا هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. خب الان یک امید مضاعفی تو دل مردم، یک نوری در دل مردم روشن شده. من امیدوارم الان که من نمیگم برید تو خیابون کاری بکنید فلان بکنید و اینها، نه، همین آمادگی که دارید داشته باشین، چون الان دیگه ابر و باد و مه و خورشید و فلان دیگه همه چیز دارن به شما ثابت میکنن. با آمدن پوزیدم اقتصاد درست نشد، دلار درست نشد، وضعیت سیاسی درست نشد، دیپلماتیک دیگه درست نمیشه و جنگم داره راه میفته. اینها همه دلایل خوبیه که شما بلند شی با تبعیت از اون اصل 27 که بدون حالا خون و خونریزی و اسلحه و توپ و تانک برید تو خیابون مثل مردم ونزوئلا، یا قابلمه برداشتن یه دونه قاشق میزنن، نه اسلحه دارن نه هیچی، ولی چون تعداد میلیونیه، خود نیروهای امنیتی جفت کردن، اصلا جرئت ندارن به اینها چیزی بگن که مادورو هم الان مجبور شد به حرف اینها تمکین بکنه، گوش بده و بهشون بگه بیاین بشینیم شمارش آرا. شما مردم هم همین کارو بکنین. اتفاقا تا یکی دو هفته دیگه اون حرکت اگر انجام بده، اون اتفاق بیفته، اون موقع شما مردم ایران میتونید به کف خیابان‌های خودتون بیاین، حق خودتون رو فریاد بزنید و من صد به شما میگم که بعضی کشورها پشت شما هستن دوستان. بعضی کشورهایی که شما فکرش رو نمی‌کنید که الان هم اصلا تو بازی نیستن، پشت شما هستن، این دفعه به کمک شما خواهند آمد، چون نه به خاطر اینکه شما رو دوست داشته باشن، عاشق شما باشن، نه، اونها به فکر منافع خودشون هستن که الان جمهوری اسلامی منافع اونها رو به خطر انداخته. فکر کنم دیگه گرفتید الان اون کشورها کدوم کشورها هستن. با این حال مراقب خودتون باشید، آتش خشم رو و اون انرژی مضاعف خودتون در خودتون هی بپرورانید، نگهشون دارید، به زودی باید این رو صد در کف خیابان‌های ایران بر علیه جمهوری اسلامی تخلیه کنید. بسیار هم عالی. جمهوری اسلامی سه روز عزای عمومی اعلام کرده و ما هم سه روز جشن ملی اعلام میکنیم. بزنید و برقصید و حال کنید به خاطر این اتفاق بزرگی که افتاده و واسه ما مردم ایران خیلی خوشایند بوده. نگاه یه چیز من بهت بگم، شما میگی سه روز اینا خاشبالیستا، خیلی عذر میخوام یه حرف بی‌تربیتی آخر برنامه بزنم بعد دیگه تمومش بکنیم. جمهوری اسلامی فقط جاکشی رو بلده، میدونی؟ خود فلسطینی ها یک روز عزای عمومی اعلام کردن که این مرد رئیس اونها بوده، ولی اینها چون از اولی که آمدن آخوندن کارشون چراغداریه، همش این کار. الان هم دیدید که به همه اعلام کردن که بلنشید بیان در میدان فلسطین، اونجا بگی مرگ بر فلسطین، بعد بگی انتقام سخت، تمام شد، از فردا مردم بودن دنبال بدبختی و فلاکت. اینجوری نخواهد شد، به زودی رژیم جنایتکار آخوندی سرنگون خواهد شد. شب همگی خوش،
بسیار بسیار خوشحالیم که با شما بودیم. خواهش میکنم، شب شما خوش. تا درودی دیگر، بدرود. خدا نگهدار.